آنتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا روسیه را به دزدیدن غلات اوکراین متهم کرد. بلینکن گفت گزارش های مربوط به دزدی غلات اوکراین توسط روسیه قابل اعتناست. پایگاه آمریکایی آلمانیتور در گزارش اعلام کرد آل سعود اخیراً به ده ها تاجر اسرائیلی اجازه داد تا معاملات بزرگی را در این کشور انجام دهند. این مسئله نشان می‌دهد که محمد بن سلمان ولیعهد عربستان به طور رسمی عادی سازی اقتصادی با اسرائیل را آغاز کرده است. صدها شهرک نشین اسرائیلی به مناسبت عید نزول تورات که روز گذشته دوشنبه برگزار شد از باب المغاربه به صحن‌های مسجد الاقصی یورش بردند. سازمان بهداشت جهانی میگوید 780 مورد ابتلا به ویروس آبله میمون در کشورهایی که معمولاً این بیماری در آنها پیدا نمی شود شناسایی شده است. این آمار نسبتاً به آمار یک هفته پیش سازمان بهداشت جهانی رشد نزدیک به 3 برابری داشته است. محققان در مطالعه گسترده‌ای که در آن بیش از 250 هزار بزرگسال ساکن آمریکا مورد بررسی قرار گرفتند، دریافتند که قد بلندتر می‌تواند با ابتلا به برخی از بیماری‌های رایج در ارتباط باشد. بر اساس این یافته‌ها، ارتباطاتی میان قد بلند و افزایش ریسک نوروپاتی محیطی وجود دارد که باعث آسیب به اندام‌های حرکتی می‌شود. همچنین عفونت‌های پوست و استخوان هم در این افراد بیشتر دیده می‌شود. محققان دریافتند که مصرف روزانه حداقل 1 فنجان قهوه می‌تواند ریسک نارسایی حاد کلیه را در مقایسه با افرادی که قهوه نمی‌نوشند کاهش دهد. این کاهش ریسک حداقل 15% است و با افزایش مصرف این نوشیدنی به 2 تا 3 فنجان در روز به 22 تا 23% می‌رسد. سونی و هوندا قصد دارند شرکتی مستقل برای تولید خودروی برقی با برندی جدید بسازند. کنیچیرو یوشیدا، مدیر عامل سونی گفته با هم به این نتیجه رسیدیم که در بلند مدت بهتر است یک شرکت مشارکتی اما مستقل داشته باشیم به جای اینکه تلاش‌های خود را تحت برند سونی یا هوندا پیش ببریم. کمیسیون خدمات عمومی کالیفرنیا نخستین مجوز استفاده از خودروی خودران را برای شرکت کروز زیر مجموعه جنرال موتورز صادر کرد. بر این اساس به زودی یک سرویس تاکسی روباتیک تجاری بدون راننده پشتیبان در سان فرانسیسکوی آمریکا فعالیت خود را شروع می کند. اختراع محقق دانشگاه تهران برای نخستین بار به نام دانشگاه تهران در اداره اختراعات آمریکا به ثبت رسید. الگوی اصلی این اختراع که برگرفته از رساله دکتری فریبا رضوانی با راهنمای دکتر محمد حسین صرافزاده رئیس کرسی یونسکو در بازیافت آب بوده، حذف نیترات از منابع آب آشامیدنی با راهکاری طبیعت محور است.